دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دوحه، پایتخت قطر، با واسطه نماینده اتحادیه اروپا. مذاکراتی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها بعد از 3.5 ماه توقف و گفتگو برای اجرای کامل تعهدات برجامی تهران و واشنگتن. ماه گذشته دیدار جو بایدن با امیر قطر گمانه‌زنی‌ها برای تعیین کشور به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا را تقویت کرد. جایگزینی قطر به جای عمان، کشوری که سالها پیش نقش میزبان و میانجی برای احیای برجام را به عهده گرفته بود. این بیانیه وزارت خارجه قطر است که از میزبانی دوحه برای دور جدید مذاکرات استقبال و ابراز امیدواری کرده که نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد. بر مبنای گزارش‌ها، مقام‌های قطری متعهد شدند از درز اخبار مذاکره جلوگیری کنند. حالا رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات دوحه هستند. هرچند به دلیل تاکید علی خامنه‌ای بر ممنوع بودن مذاکره مستقیم با آمریکا، قرار نیست مالی و باقری کنی مستقیم با هم گفتگو کنند و انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا پیام‌های آنها را منتقل خواهد کرد. این تصویری است که از ورود علی باقری کنی به دوحه منتشر شده همراه با سفیر ایران در قطر. به نظر می آید مذاکره کنندگان به خواسته مقام های ارشد جمهوری اسلامی برای محدود کردن اطلاع رسانی و مذاکره پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها تن دادند. یک مقام ارشد آمریکا گفته موضوع حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی از میز مذاکرات حذف شده، درخواستی که در دوره قبل یکی از اصلی ترین درخواست‌های جمهوری اسلامی بود. صرف نظر کردن تهران از یکی از مهمترین خواسته‌هایش در ماه‌های گذشته و در جریان مذاکرات احیای برجام، خبری که روزنامه کیهان هم آن را تایید کرده. در جدیدترین واکنش جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته توافقی روی میز است که ایران باید تصمیم بگیرد می‌خواهد آن را بپذیرد یا نه. آیا جمهوری اسلامی و یا به تعبیر دقیق‌تر علی خامنه‌ای حاضر خواهد شد توافق مورد نظر آمریکا را بپذیرد؟ آزاده شفیع، لندن.